این چیه؟ چی؟ حالا اینو من باید بهت بگم؟ تو خجالت نمیکشی؟ بهت آزادی دادم، هدفش این بود. داره تو این کارا رو میکنی؟ مامان مشکل چیه؟ این نرماله، زیادی واکنش نشون میدی. تو همش تازه 17 سالت دختر، این نرماله؟ اون کیه که باهاش این دست گلو به آب دادی؟ چرا حرف نمیزنی؟ من تقصیر من نیست، به زور با هم این کارو کرد. به زور انجام دادی؟ با دخترش گفته کمال زورگویی کرده؟ اسمشو به من بگو، اون کیه؟ من 7 نسلشو به آتیش میکشم. عتیق. عتیق؟ اون راننده که ولگرد و احمق؟ اونو این همه جسارت؟ تقصیر من نیست مامان، یه روز حالم بد شده بود و اون منو یه جایی دور افتاده برد و تهدیدم کرد. تو چرا به من چیزی نگفتی دختر جون؟ چی میگفتم؟ شما معنی تهدید رو نمیدونی؟ بیا همین الان بریم کلانتری، الان و همین لحظه. الان نمیتونم باهاتون بیام. چرا نمیتونی بری؟ اینجور مرد باید تابان کارشون رو پس بدن. وحشی و درنده به اینا میگن. بری، بیا با من بری. بری بودو سری. ماما ارسلان خوابید؟ پیش مامان بردم، خوابوندمش. تو از حرفای مامان ناراحت نشو، اون عادتشه. به شما که نباید شکایت کنم، ولی شما همه ی روز سر کارین. این منم که از صبح تا شب تیکه میشنوم. تو نگران نباش، من با مامان حرف میزنم، اما تو هم حرفشو جدی نگیر و فراموششون کن. من میبینم. بشینید، خودم میرم. اما آقا مگه چی شده؟ حداقل به هم بگین. عتیق کجاست؟ لطفاً به هم بگین چی شده؟ ازش شکایت شده. عتیق کجاست؟ چی کار کرده؟ چی شده؟ عتیق اینو. عتیق؟ بله. بازداشتش کن. اما آقای پلیس، مگه من چی کار کردم؟ بریم کلانتری، اونجا بهت میگم چی کار کردی. بگه دختر معصوم تجاوز میکنی؟ بریم، یالا اینو ببر، یالا را بیاف، زود باش. اما آقا براتون سوء تفاهم شده. عتیقو اینقدر بزنین، اینقدر بزنین که صدای جیغش تا خونه ی من بیاد. خانم حق دارین عصبانی باشین، نگران نباشین، به روش خودمون بازجوییش میکنیم. مسئله دختر منه. شما چی فکر میکنین؟ اون به این راحتی جرمشو قبول میکنه؟ آره؟ واسه پلیس که راحتی وجود نداره، ولی ما کارمونو بلدیم. خدمتکارم پیش شما میاد، فقط من اینو میخوام که با عتیق هیچ گونه رفتار خوبی انجام ندید. به اون اصلا نیازی نیست خانم، شما خدمتکارتون رو برگردونیم. ما تا فردا اعترافشو میگیریم. خداحافظ. کریم،
مامان پاشیم بریم پیش وکیل. تو حرف نزن. همین شوهر زنای نحسی مثل تو زندون میرن و از پلیس کتک میخورن. محض رضای خدا الان وقت این حرفا نیست. چرا وقتش نیست؟ تو وقتی به پیر بابام توهین کردی اینجوری بلاها میاد دیگه. تاثیر توهین همینه. الان دیدی الکی گرفتار یه بلایی شدی؟ اونقدر که اعتماد به اون پیر نحستون دارین اگه خدا رو یاد میکردین الان این اتفاق نمیافتاد. بسه بسه، تو به من نصیحت نکن، هیچم تلاش نکن برای من مادری کنی. از تو که به ما هیچ خیری نرسیده. از وقتی وارد زندگیمون شدی همش گرفتار یه بلایی هستیم. تو چه میدونی؟ از خشم و غضب پیر بابامه. اینا همش نتیجه بد و بیراهای توئه که داریم میبینیم. مامان اصلا اینجوری نیست، ما وکیل میگیریم، همه چی درست میشه. نمیدونم پسرم از دیشب تو کلانتری تو چه وضعی هست. اول میریم کلانتری، خیالمون از عتیق راحت میشه، بعدش بشه وکیل میریم. لطفا بریم. باشه درسته، برو از داخل شال منو بیار. الان میارم. خب بیار دیگه. خانم شما الکی دم به دقیقه زنگ میزنین، همه چی طبق روال پیش میره. یعنی چی؟ 11 ساعت شده و شما هنوز اعترافی نگرفتی؟ لازم نیست به من یاد بدین، من میدونم روال کارا چطور پیش میره. اعتراف گرفتن به این آسونی ها نیست. ببخشید، مگه شغل پلیسی واسه کارای آسون هست؟ خانم شما متوجه نیستید، بعد گزارش شما ما فوراً عتیقو بازداشت کردیم، ازش بازجویی هم کردیم ولی جرمشو قبول نکرده. ما ازش آزمایش هم گرفتیم، همین که نتیجهش برسه فوراً واسه دادگاه میفرستیم. اینو واقعاً همش مزخرفه. این برای شماست قربان. بفرمایید، نتیجه اومد، برو اونو بیار. حالا دیگه نتیجه پزشکی هم اومده، عتیق نباید قصر در بره. خانم تو این گزارش نوشته شده دخترتون تینا بارداره و عتیق احمد هیچ وقت نمیتونه پدر بشه. حالا شما از دخترتون واقعیتو بپرسین و اگه به پلیس نیاز داشتین بهمون خبر بدین، کمکتون میکنیم. اینو آزادش کن، تو میتونی بری. عتیق احمد هیچ وقت نمیتونه پدر بشه.